چرا امروز در ایالات متحده آمریکا ما با پدیده ترامپ روبرو هستیم؟ بسیاری از هممیهنان من که در این سفرها با اونها آشنا شدم و بسیاری از شهروندان اروپایی آقای ترامپ رو به عنوان یک دلقک میشناسند و میگویند که دلقکی ماننده، البته دلقک یک واژه تغییر یافته دلخک فارسی است، واژه‌ای کهن بر روی اینجا بحث گفتگوی زبانشناسی و واژه ها نیست، ولی بر روی این دلقک چرا به این چنین جایگاهی رسیده که شاید بتواند رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بشود؟ به گرفتاری خانم کلینتون چیست؟ این همه سخنانی که درباره فساد و دروغ پردازی و کارهای خانم کلینتون در میان است از کجا برمیخیزد؟ آیا درست است یا نیست؟ این پرسش هایی که بسیاری از من با من در میان میگذارند و در این برنامه در بخش نخست به کوتاهی به این خواهم پرداخت. دونالد ترامپ ممکن است یک هوچی و دلقک و عوام فریب باشد، اما نماد اما عوام فریبی و هوچیگری در آمریکا نیست. ما در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، کشورهای صنعتی پیشرفته جهان، با یک پدیده واقعی روبرو هستیم و این پدیده واقعی شورش بسیاری از شهروندان در برابر ساختارهای چیره دولتی است که برجسته ترین نمونه آن رأیی بود که مردم انگلستان، بریتانیا به جدایی از اروپا دادند. تا پیش از پایان شمارش آرا باور همگان این بود که بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند و چنین نشد و بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون آمد یا بیرون آمدن بریتانیا آغاز شد. یه فرایند 2 ساله است. امروز در فرانسه، در آلمان، در هلند، در اتریش، در بسیاری از کشورهای اروپایی ما شاهد برآمدن گروه‌های دستراستی بسیار افراطی و یا افراطی در برابر دولت‌هایی هستیم که تا حدودی ورشکسته شدند. ما در آمریکا هم شاهد چنین روندی هستیم. فراموش نکنید که در پیش انتخابات گزینش نماینده حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، آقای سندرز که جوانی است 75-76 ساله و سوسیالیست که در آمریکا اصلا چنین چیزی ناسزا به شمار می آید، اصلا با فرهنگ آمریکایی سوسیالیست بودن نمی خواند، با فرهنگ چیره دست کم سیاسی آمریکا، چیزی نبود که نمانده بود در واقع که گوی سبقت رو از خانم کلینتون برو باید. و چه بسا اگر این جوان 20 سال جوانتر بود خانم کلینتون رو می توانست شکست بدن. آقای ترامپ هم در میان 18 کاندیدای نامآور، فرمانداران، سناتورها، آدمهایی که پیشتر در کارزارهای انتخاباتی شرکت کرده بودند، از خانواده بوش، از خانواده های دیگری که همه سرشناس بودند، همه اینها را شکست داد و کاندیدای حزب جمهوری خواه شد. هم جنبشی که آقای سندرز به راه انداخته بود و هم برگزیده شدن آقای ترامپ به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه، جدا از این که شما او رو دلقک یا عوامفری بدانید یا ندانید، گواه بر این است که ما با یک جریان نیرومند مخالفت و دشمنی و چالش با ساختارهای چیره بر این کشور ایالات متحده آمریکا، چه در چارچوب کنگره و یا ساختار اجرایی آمریکا و همچنین در کشورهای دیگر روبرو هستیم. مسئله رو باید ژرف‌تر نگاه کرد. شما اگر برگردید به تاریخ و جریان جنبشی که یا جنب و جوش هایی که به دنبال آغاز عصر صنعتی در اروپا در گرفت رو بررسی کنید، در میابید که به دنبال انقلاب صنعتی در اروپا بسیاری از شهروندان اروپا به ویژه روستاییان اروپا از کاروان توسعه صنعتی
واپس ماندند و شکسته شدند، فقیر شدند، ناتوان شدند، به راستی وضعیت بسیار بسیار دردناکی یافتند. و امروز هم ما در این دنیای تازه، دنیای فرامدرن، دنیای عصر اطلاعات، عصر انفورماتیک، انقلاب فرا صنعتی، انقلاب دهکده جهانی یا پیدایش دهکده جهانی، عصر گلوبال، دوران جهانی شدن، با این واقعیت روبرو هستیم که بخشی از شهروندان این کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته جهان و از جمله ایالات متحده آمریکا، بهره ای از این پیشرفت یا توسعه دوران گلوبال نه تنها نبردند، بلکه ناتوانتر شدند. در ایالات متحده آمریکا شکاف میان دارایان و اونهایی که دارا نیستند، فقیر و ثروتمند، بسیار بسیار افزایش یافته. در این توسعه اقتصادی چند سال گذشته پس از بحران چند سال پیش از آن، نزدیک به 90% درآمدی که یا آنچه که از این توسعه اقتصادی به دست آمده نصیب کمتر از 1% مردم این کشور شده. شکاف بسیار بسیار بالاست. در آستانه قرن بیستم شکاف میان بالاترین دستمزد و پایین ترین دستمزد در یک شرکت معتبر صنعتی در آمریکا نزدیک به 50-50 بود. یعنی رئیس شرکت یا مدیر عامل شرکت 50 برابر بیشتر از پایین ترین کارمند اون شرکت دریافت میکرد. اگر کارمند اون شرکت در سال اون زمان $10,000 دریافت میکرد، او 50 برابر، حتی اکثر $1,000,000 دریافت میکرد. این شکاف امروز 50 برابر، ببخشید $500,000 دریافت میکرد. ریاضیات من هم مشمول خستگی شده. امروز این شکاف چند هزار برابر هست. یعنی کسانی هستند در این ساختارهای اقتصادی آمریکا، در این نهادهای اقتصادی آمریکا، در شرکتها، که در یک سال می توانند $1,000,000,000 درآمد داشته باشند و مالیات زیادی هم در این زمینه ندهند. و بسیار هستند کسانی که برای گذران زندگی باید دو شغل داشته باشند. این شکاف یک واکنش ایجاد کرده، واکنشی در برابر ساختارهای چیره بر آمریکا، یک بی‌اعتمادی گسترده در میان شهروندان ایالات متحده آمریکا و بیگمان در کشورهای دیگر، نسبت به سیاست، نسبت به رهبران اقتصادی، نسبت به بانک ها، نسبت به حتی پلیس و ساختارهای امنیتی کشورها به وجود آمده. کارهایی که در این سالهای گذشته در زمینه افشا شدن جاسوسی دولت ها در از شهروندان روی داد، کارهایی که مثلا آقای اسنودون انجام داد و برملا کرد که دولتی مانند ایالات متحده آمریکا، نهادهای امنیتی این کشور، نه تنها رسیدگی میکنند به کار خارجی ها، بیگانگان در این کشور، به تلفن ها و ایمیل های شهروندان آمریکا هم توجه دارند. و این پذیرفتنی در آمریکا نیست. آمریکا کشوری است که حقوق فردی و امنیت فردی جایگاه بسیار بسیار بلندی در این کشور دارد، برجسته ای در این کشور دارد. بنابراین مجموعه این مسائل یک نوع واکنش ایجاد کرد، واکنشی که کسی مانند آقای ترامپ از اون بهره گرفت. البته ترامپ یک نماینده برجسته برای بهره گیری از این شرایط نبود، ولی کسی دیگری هم پدیدار نشد که از این شرایط بهره بگیرد. آقای سندرز در جناح چپ، یعنی در جناح دموکرات و گروه های چپ نسبت به دموکرات سر برافراشت و برجسته شد و رأی بسیاری از مردم رو واقعا جلب کرد. هزاران نفر در میتینگ های او شرکت میکردند، ولی بر روی شکست خورد از خانم کلینتون. ولی در آن سوی دیگر، در
جناح راست آمریکا در میان جمهوری خواهان، آقای ترامپ توانست بازی رو برنده شود، یعنی بازی رو از رقیبان خود ببرد و نماینده حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری بشود. می توانیم موضوع رو به یک نوع واپسماندگی نادانی مردم آمریکا واگذار کنیم، ولی این ساده لوحی است. راستی هم این است که بسیاری از مردم از این شرایط موجود ناراضی هستند. حتی به خانم کلینتون هم چندان اقبالی ندارند. راستی این است که دامن خانم کلینتون هم آلوده بسیاری از گرفتاری هاست و به این نمیخوام بپردازم. آنچه که مورد نظر من هست برای در میان نهادن با شما این است که انتخابات امروز ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی نشانه ای از یک شورش در برابر نهادهای چیره در این کشورهاست. ترامپ ممکن است بددهن و ناسزاگو باشد، این رو به کنار بگذاریم. بخش بزرگی از اعضای حزب جمهوری خواه آمریکا از او هواداری می کنند. نزدیک به 43% مردم آمریکا که وفادار به او هستند، همه اینها بددهن و ناسزاگو و نژاد پرست و چیزهای از این دست نیستند. ناراضی از شرایطند، شورشگر در برابر نهادهای چیره در این جامعه هستند. ما ایرانیان به ویژه باید خیلی آسان با این مسئله نزدیکی داشته باشیم. فراموش نکنیم در کشور خود ما در دورانی که درآمد نفت ایران 4 برابر شده بود، در دورانی که نسبت به سالهای گذشته، صدهای گذشته میتوان گفت که یک دوران توانایی‌های اقتصادی ایران بود و تصور این بود که ایران یک نیروی بسیار بسیار مهم و برجسته در اقتصاد خاورمیانه، سیاست خاورمیانه به شمار می‌آید، جنبش نیرومند نارضایتی در ایران آغاز شد و سرانجام هم نیروهای مذهبی توانستند بر این جنبش چیره بشوند و انقلاب 57 روی داد و ما با پیدایش جمهوری اسلامی روبرو شدیم. ما می توانیم از این پدیدار شدن جمهوری اسلامی مثلا این نتیجه رو بگیریم که خارجی ها توطئه کردند، دولت های بیگانه این کار رو انجام دادن، یا این نتیجه واقعی گرایانه رو بگیریم که جامعه ایران خواهان دگرگونی بود ولی گروه های پیشرو برای رهبری این دگرگونی وجود نمی داشتند و جریانی که آیت الله خمینی در بلندای او قرار داشت به دلیل پایگاه مذهبی که در میان مردم می داشت این جنبش رو، این شورش رو، این نارضایتی رو رهبری کرد و در ایران انقلاب انجام شد. البته در اینجا نیروهای خارجی هم یاری رساندند، بهره گرفتند هنگامی که دریافتند که نمی توانند محمد رضا شاه رو در ایران نگه دارند، بران شدن که دست کم از یک جریان مذهبی پشتیبانی کنند و اجازه ندهند که نیروهای دیگر در ایران چیره بشوند. ولی از این اگر بگذریم، ما که آزمون جمهوری اسلامی رو پشت سر ننهادیم و هنوز با آن دست به گریبان هستیم، هنوز با آن گرفتار هستیم، باید دریابیم که چگونه در یک جامعه یک شخصیت عوام‌فریب، یک آدمی که دارای پیشینه بسیار درخشانی هم نیست، کار زیادی هم برای جامعه انجام نداده، اصلا کاری برای جامعه انجام نداده، بیشتر کار برای زندگی خودش انجام داده و خانوادهش، چگونه در یک خلأ سیاسی، در یک دوران نارضایتی میتواند به چنین جایگاهی برسد که آقای ترامپ به اون رسیده. به ویژه هنگامی که دریابیم که رهبر مخالف او خانم کلینتون خب متهم به آلودگی های بسیار زیادی است. انتخابات این دوره ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا میان دو شخصیتی است که هر دو بسیار بدنام هستند، یعنی خانم کلینتون دارای یک پیشینه است که درست یا نادرست او رو در میان مردم بسیار محبوب نکرده، بلکه میزان عدم محبوبیت او بیشتر از محبوبیت اوست. شانس ایشان در این است که
عدم محبوبیت آقای ترامپ بیشتر از خانم کلینتون است. ترامپ نماد اعتراض کسانی است که در این سالهای گذشته از کاروان توسعه اقتصادی واپس ماندند و آقای ترامپ رو به عنوان یک میلیونر همدم خودشون میشناسند، یک میلیونر کارگر. حالا این عبارت بسیار پر از شوخی و تمسخری است که در آمریکا روان شده و پذیرفته گردیده. این رو کنار بگذاریم، واقعیت این است که ما امروز در ایالات متحده آمریکا شاهد یک نوع واکنش جدی در برابر آنچه که در اینجا به عنوان استبلیشمنت یا نهادهای رسمی ازش نام میبرند میباشیم. و هر پیش نتیجه‌ای که این انتخابات یک ماه آینده، کمتر از یک ماه، 3 هفته آینده داشته باشد، دو پیامد در پیش خواهد داشت. نخست اینکه شکاف درونی این کشور افزایش پیدا خواهد کرد. دوم اینکه در سطح سیاست خارجی یک نوع رقابتی برای تندرو بودن و تندرو رفتار کردن به وجود خواهد آمد. چه آقای ترامپ در این انتخابات پیروز بشود، چه به نظر می آید که خانم کلینتون، و من پیش بینی من و بسیاری از اونهایی که دست در سیاست ایالات متحده آمریکا و آمار و غیره دارن در این است که خانم کلینتون برنده خواهند شد. در سطح سیاست خارجی سیاستی تندروتر از آقای اوباما در پیش گرفته خواهد شد و چه بسا تأثیر بسیار منفی در ثبات ایران هم خواهد داشت. ولی راستی این است که ما به پدیده ترامپ به عنوان یک دلقک، به عنوان یک عوام فریب تنها نگاه نکنیم، همون گونه که به پدیده آقای احمدی نژاد نباید به عنوان یک دلقک و عوام فریب نگاه کرد. بخشی از جامعه ایران دو بار، یک بار به طور رسمی، دار دوم با تقلب، آقای احمدی نژاد رو برکشید و بلند کرد و به بلندترین جایگاه سیاسی ایران، البته پایین از رهبر، رساند و ایشان 8 سال نماینده ایران در سپهر سیاست جهانی بود. می توانیم به عنوان روشن فکر، به عنوان انسانهای آگاه، به عنوان علاقمندان به آینده ایران، احمدی نژاد رو یک رویداد بی اهمیت در تاریخ ایران بدانیم. ولی تاریخ ایران پر از این گونه رویداد هاست، پر از برآمدان و برجسته شدن شخصیت هایی است که دارای چنین پیشینه مثبتی نبودند. فراموش نکنیم آقا محمد خان قاجار بود که دولت قاجار رو چیره کرد در ایران، شخصیت خونریز و بیمایه‌ای که در برابر اونجایی که میخوابید دو تندیس نهاده بود، چنگیز و تیمور. قهرمانان او برای زندگی چنگیز و تیمور بودند. فراموش نکنیم که ما هم در کشورمان دورانهای زیادی داشتیم که بسیاری از فرومایگان به بلندی رسیدند. امروز ما در ایالات متحده آمریکا در این فراز آقای ترامپ به جایگاه یکی از دو کاندیدای ریاست جمهوری با چنین پدیده‌ای روبرو هستیم که نارضایتی بسیار بسیار شکننده و بسیار برجسته‌ای که در این کشور وجود دارد از این ناتوانی‌های جامعه برای بالا کشیدن مردمی که از کاروان توسعه اقتصادی دوران گلوبال واپس ماندند پدیده آقای ترامپ رو به وجود آورده. و دست کم میتوان گفت که کمتر از نیمی از مردم آمریکا هوادار او هستند. این دگرگون خواهد شد در آینده، ولی تصور نکنید که ترامپ یک توته است یا نماینده تنها نادانی بخشی از مردم آمریکا است. نادانی همراه با نارضایتی بسیار بسیار جدی بخش زیادی از کسانی که از آقای ترامپ دفاع می کنند کارگران آمریکا هستند، کارگران سفیدپوست آمریکا هستند که از شخصی دفاع می کنند، پشتیبانی می کنند که میلیاردر است، ولی حرف اونها رو می زنند. سخن او به دل اینها می نشیند با همه جنبه های ناسزاگونه این سخنان. بنابراین باید به راستی به دنیا
به طور واقعی نگاه کرد و دریافت که ما در دنیا شاهد فراز گروه های دست راستی و جریان های بهره جویانه از نارضایتی مردم هستیم، در فرانسه، در آلمان، در هلند، در ایالات متحده امروز آمریکا، در بیشتر کشورهای اروپایی از جمله در بریتانیا که به بیرون آمدن بریتانیا از بازار از اروپای متحد انجامی، ما شاهد یک نوع واکنش گسترده در میان شهروندان در برابر نهادهای چیره بر این کشورها هستیم. آقای ترامپ نماد و نماینده چنین شورشی، چنین واکنشی در ایالات متحده آمریکاست، نماینده بسیار نامطلوب، نماینده ناسزاوار چنین شورشی، اما به هر روی نماینده چنین حرکتی است از این روز که با همه حرفهای زشتی که میزند هنوز دموکرات ها و خانم کلینتون که خود او هم پر از گرفتاری است نتوانستند کار انتخابات آمریکا رو یکسره کنند. هنوز هم معلوم نیست که نتیجه انتخابات آمریکا چه خواهد شد. به نظر می آید که خانم کلینتون رئیس جمهور آمریکا بشود. خود اون هم گرفتاری های برای ما ایرانیان در پی خواهد داشت. سیاست ایشان در برابر ایران بسیار تندروتر و نه جنگ افروزانه، دست کم تندروتر از سیاست های آقای اوباما خواهد بود و چه بسا ما شاهد گشایش جبهه های تازه ای در تنش خاورمیانه باشیم. بر روی این یکی از مهمترین دوران های انتخابات در ایالات متحده آمریکا است و نتیجه آن هرچه باشد جدال میان یک دلقک و یک سیاستمدار نیست، بلکه دو جریان نیرومند در ایالات متحده آمریکا است که یکی ساختارهای موجود ایالات متحده آمریکا است که رهبران حزب جمهوری خواه و خانم کلینتون حزب دموکرات اون رو رهنمایندگی میکنند و دیگری نیروهای پرخاشگر ناراضی با همه عقب ماندگی ها واپس ماندگی های فرهنگی در برابر این نهادها که آقای ترامپ امروز بر مسند نمایندگی او نشسته است. زندگی، زمانه و جایگاه تاریخی احمد کسروی، سخنرانی و گفتگو پیرامون مردی که گناهش پرخاش به خرافات بود. سخنرانان بهرام مشیری، محمد امینی، گرداننده برنامه حسین مهری. یک شنبه 16 اکتبر از ساعت 4 تا 7 پس از نیمروز، همراه با رونمایی و امضای کتاب زندگی و زمانه احمد کسروی از سوی محمد امینی. تلفن برای آگاهی بیشتر 949-551-9272، 949-551-9272. خب همیهنان گرامی، با سپاس از دوستان گرامی در تلویزیون اندیشه که آگهی مربوط به برگزاری برنامه رو در یک شنبه پخش کردن. برنامه در اوسی پلازا خواهد بود و امیدوارم که اونهایی که در این منطقه شرکت دارند بتوانند در این برنامه شرکت کنند. اما ماجرایی که در هفته گذشته به اون پرداختم، مسئله حزب دموکرات کردستان و سودای تجزیه ایران، من سالهاست در این باره نوشتم و می نویسم. سالهاست که به جریانهای قومگرا در ایران با واکنش نگاه کردم و با انتقاد. آن زمانی که گروهی به وجود آمد به نام ایران فدرال به کمک همین حزب دموکرات، بیاری همین حزب دموکرات کردستان ایران که گروه های قومگرایی که برخی از اونها شاید 10 نفر هم بیشتر نبودند در اونجا شرکت کردند، من هشدار دادم که این برنامه در سودای تجزیه ایران است. خیلی ها رفتند و با این گروه های قومی می نشستند و بر می خواستند و گفتگو می کردند و از جمله همین حزب دموکرات کردستان ایران و گروه های دیگر قومی رو نمایندگان اقوام ایرانی می خواندند و در میان اونها حتی کسانی بودند که
کسانی بودند که خودشون رو حتی نماینده ملت بختیاری میخواندن، عضو شدن در این کنگره فدرال. 4-5 تا آدم هستند که خودشون نماینده مردم بختیاری و از جمله ملت بختیاری، یعنی ملت ساختن از بختیاری ها. بختیاری هایی که در کانون ملت سازی ایران بودند، در کانون چیرگی بر تهران در دوران مشروطه بودند، حالا از نگاه این آدم های ببخشید دو دوزه سیاست باز شدن ملت، برای که اینها هم بتوانند در این کارزار شرکت کنند. در اون هنگام من یادآور شدم که بیشتر گروه هایی که در این کارزار و در این جریان های قومگرایانه و شرکت در این کنگره های فدرال و اقوام و نشست و برخواست های واشنگتن و جریان های نوکانی شرکت دارند، دنبال پول هستند. به راستی هم دنبال پول بودند که از این هزینه‌ای که دولت ایالات متحده آمریکا از دوران جورج بوش برای ناتوان ساختن دولت ایران هزینه کرده، از این پولی که در پیشنهاد یک آباریکی هم به اینها برسه، و امیدوار بودن که مانند دولت چلبی شاید با هلیکوپتر وارد اون چلبی با هلیکوپتر وارد عراق شد که بتواند دولت بسازد. دولت چند روزه ای داشت و به جایی نرسید. اینها هم دوستدار این بودن که شاید به جایی برسند. راستی این است که جدا از تمام این گروهک ها و دسته ها و ماجراهایی که به وجود آمد، تنها دو گروه دارای شانس بودند. یکی سازمان مجاهدین بود، مجاهدین معروف، سازمان مجاهدین که در دوران رژیم گذشته ایران نام‌آور شده بود و آقای مسعود رجوی در رهبری اون قرار داشت و خانم مریم رجوی همسر یکی دیگر از رهبران سازمان مجاهدین، قبل از اینکه آقای رجوی یک انقلاب ایدئولوژیک بکند و ایشان را به عقد خودش در بیاورد، رئیس جمهور این گروه بود، رئیس جمهور منتخب این گروه شده بود. یکی این گروه بود که پول کلانی هم در دست داشت، پولهای کلانی هم دولت‌ها در اختیار اونها قرار داده بودند، و از یک گروه سیاسی تبدیل به گروه مزدور شد. یک گروهی که به داوری من گروه مزدور مانند بسیاری از این گروه‌های مزدوری که می‌روند در آفریقا جنگ می‌کنند و برای غنیمت و برای پول در واقع کار می‌کنند، مجاهدین هم به چنین پستی در واقع در غلطید. گروه دیگری که دارای دست کم پشتوانه پیشینه و جایگاهی بود، حزب دموکرات کردستان ایران بود که یک زمانی آقای عبدالرحمن قاسملون رو رهبری میکرد. برومند با گروه بختیار بود که کشته شد. او هم جزو کسانی بود که به دست گماشتگان و گماردگان و وابستگان فرستاده شده از توی جمهوری اسلامی کشته شد. قاسملو روی هم رفته آدمی ایران پرست بود، یعنی ایران دوست بود، حالا شاید ایران پرست واژه درستی نباشه، خواهان یک پارچگی ایران بود، سودای تجزیه ایران نداشت، اما چندان هم نتوانست در کار رهبری این حزب موفق باشد. خیلی زود از میان برداشته شد. البته خود او هم شوربختا که در دوران جنگ ایران و عراق گرفتاری پیدا کرد، یعنی در دوران رهبری آقای قاسملو حزب دموکرات کردستان ایران در جنگ ایران و عراق جانب دولت عراق رو گرفت، و اینها اسنادی است که امروز در دست داریم. و این کجروی های کسانی مانند آقای قاسملو است که امروز آقای هجری رو پدیدار کرده، به وجود آورده. راستی این است که حزب دموکرات کردستان ایران یک جریان ایرانی نیست، یک جریان برون مرزی است که در سودای جدا کردن بخشی از ایران، بخشی که اونها کردستان ایران میخوانند، البته دامنه اون فراتر از کردستان ایران است، یعنی استان کردستان است، به بخشی از استان آذربایجان، بخشای زنجان و همدان و کرمانشاه و لرستان و حتی خوزستان هم کشیده می شود.
در سودای چنین کاری هستند و بودند. سالها پیش که من نقد به این رفتار را آغاز کردم و هشدار دادم که گروه آقای هجری شرفی و اون دار و دسته‌ای که این گروه رو رهبری میکنه هیچ پیوندی با جنبش دموکراسی خواهی در ایران ندارن، بسیاری بر من خورده گرفتن که شما در واقع تجزیه یا تفرقه ایجاد میکنید در صفوف و یا در نیروهای آزادی خواه و نیروهای هوادار دموکراسی در ایران. امروز میبینیم که خیلی از اونها بانگ پرخاش به آقای هجری و گروه حزب دموکرات کردستان ایران برانگیختند. حالا همه این صفات رو کنار بگذاریم، بانگ این رو بلند کردن، میگویند که بله آقای هجری کار نادرستی میکنند. شما کجا بودید اون زمانی که باید به این مسئله انتقاد میکردید؟ کجا بودید اون زمانی که حزب دموکرات کردستان ایران و کموله جریان ایران فدرال رو درست کرده بودند و شما بسیاری از کسانی که امروز نقد میکنند با اونها نشست و برخاست داشتید و از اونها پشتیبانی میکردید و بر آدمهای مانند من خورده میگرفتید که من با حقوق اقوام در ایران مخالفم، نمایندگی برتری طلبی فارس ها در ایران هستم. راستی این است که موضوع اصلا نه به فارس مربوط است و بگذاریم که اصلا پدیده و ملتی به نام فارس در تاریخ وجود نداشته، نه به فارس زبانان مربوط است، نه به کردها، نه به آذربایجانیان و مردم آذری زبان، آذری ترکی منظورم هست، ترک زبانان ایران. موضوع بر سر این است که از هنگام پیدایش جمهوری اسلامی و از هنگامی که دولت آقای جورج بوش بر سر کار آمد، سودای تجزیه ایران در کانون برنامه گروه هایی در غرب قرار گرفته و هنوز هم قرار گرفته است. این پروژه در جریان جنگ یا دخالت نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق شکست خورد، یعنی تا حدود زیادی دست از سر سودای تجزیه ایران برداشتن، ولی به پایان نرسید، ناکام ماند ولی به پایان نرسید و اینک دوباره این موضوع برجسته شده با پول عربستان و با انگیزه های دولت اسرائیل آقای نتانیاهو. یک نوع اتحادی به وجود آمده میان دولت آقای نتانیاهو، دولت عربستان سعودی با پول کلانی که در دست دارد و گروه های قومگرای تجزیه طلب ایرانی که گروه از اونها هم دعوت شدن در مراسم حج نمایندگانی بفرستن در کنار نماینده دولت عربستان، شاید حاجی هم شدن. به نظر می آید که بخشی از این سوسیالیست ها و سکولار ها و آدم های ظاهرن بی مذهب و بی دین حاجی هم شدن در این ماجرا و خب این هم افتخاری بر اونها. راست این است که یک برنامه بسیار بسیار روشن و پیچیده‌ای برای از هم گسستن ایران در پیش روست. در بخش نخست این برنامه من به چالش انتخابات آمریکا اشاره کردم. جدا از این که در آمریکا چه کسی رئیس جمهور شود، سودای تجزیه ایران پدیده‌ای بسیار جدی است. برای نخستین بار دولت عربستان سعودی توانا شده در راستای دامن زدن به تجزیه ایران، جدا کردن بخش‌های از ایران. به این معنا نیست که میتواند موفق بشود، ولی در برانگیختن جنگ داخلی در ایران میتواند پیامدهای بسیار هولناکی برای ایران داشته باشد. همکارانی هم دارد، خواسته و ناخواسته گروه های قومگرایی که از 10-15 سال پیش برای این شیپور تفرقه قومی و جنگ قومی میدمند، اینها با این کارزار دولت عربستان هماهنگ و همراه شدند. مهمترین این نیروها حزب دموکرات کردستان ایران است که یک پیشینه تاریخی در ایران دارد، دارای یک حیثیتی است، هویتی است. من بر این باور نیستم که این گروه مردم کردستان رو نمایندگی میکنند به هیچ روی، اما تأثیر و پیامدی هم در کارها خواهد داشت. واقعیت این است که هر گونه نابرابری هم که ما در ایران بیابیم و بجوییم و بیابیم و
نقد کنیم. مثلا نابرابری پیروان اهل سنت با شیعیان در ایران که نابرابری واقعی است و از اونجایی که بسیاری از کردان در ایران، بسیاری از مردم کرد در ایران اهل سنت هستند، بسیاری از مردم بلوچ در ایران اهل سنت هستند، بیشتر مردم کرد و بلوچ اهل سنت هستند، این واکنش دینی که پیامد تبعیض دینی جمهوری اسلامی است با جریان‌های قومی در هم پیوسته و از اون بهره می‌گیرد و دولت عربستان در این زمینه در این راستا هزینه می‌کند، پول‌های کلانی رو خرج می‌کند. این که حزب دموکرات کردستان ایران که تا چندی پیش هیچگاه ادعا نمی‌کرد که خواهان جنگ مسلحانه است و همواره خودش رو نزدیک می‌دانست با گروه‌هایی که در راستای انتخابات آزاد، گذار مسالمت‌آمیز و چیزهایی از این دست در ایران کوشش می‌کنند، امروز به این نتیجه رسیده است که باید جنگ مسلحانه آغاز کرد. در توضیحی که چرا باید جنگ مسلحانه آغاز کرد درمانده، در این است که هیچ دگرگونی بنیادی در رفتار جمهوری اسلامی در این 6 ماه گذشته نسبت به 6 سال گذشته، نسبت به 30 سال گذشته در سرزمین های کردنشین رو نداده. جمهوری اسلامی سرکوب کرده هر گونه نارضایتی رو، کرد باشد، فارس زبان باشد، آذربایجانی باشد و خراسانی، تفاوتی برای جمهوری اسلامی نداره. اینکه چرا امروز یک بار حزب دموکرات کردستان ایران به این نتیجه رسیده که باید جنگ مسلحانه آغاز کرد چون حقوق مردم کرد در ایران پایمال شده، یک دروغ تاریخی است، یک دروغ امروزی است، تاریخی هم نیست. هیچ رویدادی در ایران به چشم نمی خورد، هیچ سندی در دست نمی باشد که در این 6 ماه گذشته که چرخشی در سیاست حزب دموکرات کردستان ایران به وجود آمده و جنگ مسلحانه برای استقلال کردستان را آغاز کرده، سیاست جمهوری اسلامی در برابر کردستان تحولی داشته باشد. هیچ دگرگونی در این سیاست رو نداده. همچنان سپاه پاسداران در کردستان مستقر است، همچنان هر مخالفی رو چه در کردستان باشد و چه در بلوچستان و چه در خوزستان و چه در شیراز و اصفهان و یزد و کرمان سرکوب میکنند. اما این دگرگونی از اونجایی برمیخیزد که دولت عربستان بران شده که در این راستا هزینه بکنه. دولت عربستان است که این دگرگونی را آغاز کرده و حزب دموکرات کردستان به این کارزار برای از هم گسستن ایران پیوسته. اجازه بدهید که این سخن رو با شما هفته آینده با اسناد و مدارک تاریخی دنبال کنم. درباره تاریخ کردستان ایران با شما گفتگو داشته باشم. به بی‌پایگی اندیشه های رهبران حزب دموکرات کردستان ایران و برنامه اونها درباره کردستان بپردازم و موضوع رو از دیدگاهی که بیشتر مورد پسند من است، یعنی دیدگاه تاریخی، دنبال کنم. از دوستان کارگردان و گردانندگان برنامه تلویزیون هم، برنامه یک کلمه هم، درخواست میکنم که در پایان این برنامه اگر فرصتی باشد بار دیگر برنامه یک شنبه رو به آگاهی همیهنان برسانند. تا هفته آینده روز و روزگار بر شما خوش باد.